در این قسمت در رابطه با گریتینگ صحبت میکنیم. گریتینگ دوستان به معنی احوال پرسی و در واقع به طور کلی سلام و احوال پرسی ها رو ما در زبان انگلیسی گریتینگ میگیم. خب دقت بفرمایید دوستان، قسمت اول این هست که ما چطور باید سلام کنیم. saying hello. say دوستان میدونید به معنی گفتن هست، saying hello یعنی گفتن سلام یا همون سلام کردن. خب چطور سلام کنیم؟ hello، hi، این دو تا کلمه رو خب قطعا میشناسید و باشون آشنایی دارید. hello، hello، سلام، سلام. اما در زندگی روزمره خیلی وقتها ما از کلمات و اصطلاحات دیگه استفاده میکنیم. مثلا صبح وقتی همدیگر رو میبینیم میگیم good morning، good morning، good morning. morning به معنی صبح هست. خب دوستان، ساعت 12 در واقع ساعت 12 نیمه روز نون هست در زبان انگلیسی و بعد از ساعت 12 afternoon هست. after به معنی بعد از، afternoon یعنی بعد از ظهر. خب پس وقتی که بعد از ظهر یعنی بعد از ساعت 12 همدیگر رو میبینیم میگیم good afternoon. پس good afternoon یعنی در واقع بعد از ظهر بخیر. good afternoon بعد از ظهر بخیر. و موقعی که عصر همدیگر رو میبینیم که در واقع همون ابتدای شب هست، مثلا بین ساعت 6 7 تا میشه گفت مثلا 9 شب، میگیم good evening. good evening یعنی عصر بخیر. good evening عصر بخیر. و موقع شب good night. good night رو موقع خدافظی هم میتونیم استفاده کنیم، در واقع به معنی شب بخیر. good night شب بخیر. پس good morning صبح بخیر، good afternoon بعد از ظهر بخیر، good evening یعنی عصر بخیر و good night یعنی شب بخیر. اینها هم دوستان کلمات دیگه هستند که در واقع جزء greeting یا احوال پرسی هستند. اما خب وقتی به هم دیگه میرسیم بعد از سلام میگیم چطوری؟ چطور هستی؟ خب چطور دوستان how هست در زبان انگلیسی. این کلمه رو خیلی از زبان آموزان عزیز به صورت اشتباه تلفظ میکنن. how، how، تکرار میکنم دوستان، how به معنی چطور هست. خب میخوام بگیم چطور هستید شما یا چطور هستی تو. how are you، are هستی و you هم که تو یا شما. how are you چطوری؟ در پاسخ fine thanks، خوبم، متشکرم. fine thanks. and you، and you یعنی و شما چطور، شما چطور ها. یا میشه گفت what about you، what about you یعنی شما چطور. پس fine thanks، خوبم. and you، شما چطور. شما هم در پاسخ مثلا میگید fine، یا مثلا همونطور که در ادامه میبینید great. great به معنی عالی. البته دوستان میدونید great به معنی بزرگ هم هست، پس great به معنی عالی یا به معنی بزرگ هست. not bad، بد نیستم. not bad، بد نیستم. just fine یعنی ای خوبم ها، فقط خوبم. just fine، خوبم. و اصطلاح بعد so so، so so یعنی نه خوبم نه بدم، 50-50 ها، بد نیستم به این صورت، نه خوب نه بد. so so، ای بگی نگی ها، همچین اصطلاحاتی که در فارسی استفاده می کنیم. پس دوستان از این کلمات میتونیم استفاده کنیم در پاسخ به how are you، چطوری. پس how are you اینا رو دوستان با این که بسیار ساده هستن اما من تأکید میکنم حتما به زبان بیارید و حتما تکرار کنید. مثلا بگید how are you، fine thanks، and you. یا how are you، great. how are you، so so. ها از اینا حتما سعی کنید که استفاده کنید. خب دوستان در ادامه در واقع توجه بفرمایید که ما اصطلاح دیگه ای داریم، how do you do. how do you do هم در واقع همون معنی how are you، یعنی چطور کارتو انجام میدید. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.